مردم خب اقبال و توجه ویژه‌ای به سیستم سلامت کشور پیدا کردن. خب نظر مسئولین کشور رهبر عزیزمون این هست که ما بتونیم خدمات بهداشتی درمانی ویژه تری به مردم بدیم، اینی که بتونن داروهاشون رو بهتر به دست بیارن، در دسترس تر باشه، کمبودها رو بتونیم کنترل کنیم، کاهش بدیم و هزینه های درمان و مخصوصا در حوزه داروها اینا رو کاهش بدیم. در هر صورت یک سری سیاست هایی که از قبل انجام شده بود برای تولید مخصوصا داروهای تولید داخل و واردات داروها با استفاده از ارز ترجیحی نقصانهایی در سیستم داروسازی کشور و زنجیره تأمین دارو به وجود آورد که اصلاح این سیاست بعد از 5 سال یک همیت و اراده قوی میطلبه که این دولت این اراده رو داشت. سیستم درمانی کشور وزارت بهداشت میدونست که باید بتونه این اصلاح رو انجام بده تا بتونه هم چرخه تأمین رو از این نقصانها نجات بده، هم به داد صنعت داروسازی بومی کشور برسه که یکی از بهترین صنایع داروسازی در دنیا میتونیم اسم ببریم. جزو 20 کشوری هستیم که بیشتر داروها رو مورد نیاز خودمون و خودمون تولید میکنیم. خب این سیاست به هر حال باید به نحوی تغییر پیدا کنه که نفع بیشتر رو بیماران و خدمات گیرندگان از یارانه بگیرن. متاسفانه نحوه پرداخت یارانه در این سیاست ارز ترجیح خب روش مناسبی نیست، باعث هدر رفت منابع میشه و مشکلات زیادی داره، از جمله قاچاق معکوس، نقصان هایی که وجود داره و کمبود هایی که داره. یکی از پیشفرض های اجرای اصلاح یارانه ها و عدالت محور کردن این پرداخت یارانه ها در واقع بیمه همگانی مردم کشوره. یکی از برکات این طرح در واقع این بود که ما در ماه گذشته دیدید که نزدیک 5.5 میلیون نفر جمعیت مردم عزیزمون رو که فاقد پوشش بیمه بودن، اینها رو به شکل خودکار بیمه کردیم بدون پرداخت هیچ ریالی و این دوستان و این مردم عزیز میتونن با مراجعه به مرکز درمانی ما و دادن کد ملیشون از خدمات بهداشتی درمانی و بیمه پایه در بیمه سلامت بهره مند بشن. خب این یک دستاورد به تنهایی دستاورد بزرگیه. در کنار کنترل در واقع پاندمی کرونا این دومین گامی بود که این دولت برداشت و باعث مباهاته. اما در مرحله بعدی ما بتونیم مسیر چرخه تامین دارو رو اصلاح کنیم که در این مسیر مردم دچار زحمت نشن. به این معنی که پرداختی مردم قبل و بعد اصلاح یارانه دارو هیچ تفاوتی نکنه. بله، بعد از اجرای اصلاح یارانه دارو که قبلا به شکل ارز ترجیحی در اختیار تامین کننده قرار می گرفت و در طرح جدید در اختیار بیمه ها قرار می گیره برای پوشش کامل داروهایی که مردم از طریق نسخه نویسی تهیه می کنن انجام می گیره و مردم قبل و بعدش تغییری در پرداخت نخواهند داشت. به این معنی که مردم وقتی که این اصلاحات انجام میگیره پرداختی اضافه‌ای نخواهند داشت، برای اونها تغییری ایجاد نمیشه، قیمت‌ها فقط اصلاح میشه و از مسیر نسخه نویسی پس مردم متعامل پرداخت بیشتر نمیشن. نکته ای که اینجا وجود داره این که ما برای اولین بار داروهایی رو که تحت عنوان داروهای بدون نیاز به نسخه OTC بودن رو داریم وارد پوشش بیمه میکنیم، کارهاش داره انجام میگیره و به زودی 119 در واقع قلم از این داروها تحت پوشش بیمه قرار میگیرن که تا حالا نبودن و یا سال قبل از پوشش بیمه خارج شدن که میتونه سهمی مهمی رو از نسخه مردم به خودش اختصاص بده. از طرفی ما تغییری در قیمت همین داروها نخواهیم داشت، یعنی خود قیمت دارو علاوه اینکه ثابت میمونه اینها تعداد قابل توجهشون تحت پوشش بیمه قرار میگیرن. اما پوشش بیمه خب بعضیا ممکنه سوال کنن خب همین پوشش بیمه پوشش با کیفیت نیست، عمق نداره و مبالغ قابل توجهی در نسخه نویسی مورد پوشش بیمه قرار نمیگیره. بله، ما در واقع به تدریج این پوشش رو حتما با کیفیت خواهیم کرد، عمقش رو بیشتر خواهیم کرد. در این مرحله ما اومدیم سقف پوشش بیمه رو از حداقل قیمت داروها به پرمصرف ترین داروها تغییر دادیم. این کار بزرگه. به این معنی که بیمه ها داروی رو ملاک عمل قرار میدادن که کمترین قیمت رو در اون گروه داروی داشته باشه.
خوبی باعث میشد که مردم وقتی مراجعه میکنن دارویی رو از گروه در همون گروه از نوعی خاصی میگیرن و قیمت بالاتری داره، ما و تفاوتی رو مجبورن خودشون نقدن پرداخت کنن به داروخانه. ما نه، اومدیم چیکار کردیم؟ دارویی که بیشترین در واقع مصرف رو داره در کشور اونو ملاک قرار دادیم که در واقع اون ملاک بیمه پایه قرار بگیره. خب این هم یه کار مهمی بود که در این طرح داره انجام میگیره و جزء برکات این طرح میتونیم قراردادش کنیم. و همینطور داروهای تحت لیسانس و به اصطلاح اینها رو قیمتشون تغییر پیدا نمیکنه و هم کماف سابق و قیمت قبلی ارائه میشه. اما این چیزی که از همه مهمتره و حتی از این فعالیت ها میتونه با ارزشتر باشه اینه که چرخه تأمین دارو از این بیکفایتی خارج میشه و ما تأمین پایدار و کافی دارو رو در زنجیره تأمین دارو خواهیم داشت. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما قبلا باید تحت مدیریت یک ارزی به اسم ارز ترجیحی دارو رو تأمین میکردیم که این ارز ممکن بود که به موقع تأمین نشه، به اندازه کافی نباشه، از نوع مورد نظر هم نباشه و این باعث میشد که در مقاطع مختلف ما نقصان پیدا میکردیم در زنجیره تأمین و تولید دارو. از اون طرف دیگه ما محدودیت هایی هم که داشتیم در میزان ارز اینجا بسیار کمتر خواهد شد و تأمین کنندگان و تولید کنندگان ما به اندازه کافی میتونن مخصوصا مواد اولیه رو تأمین کنن و تولید خودشون رو به اندازه کافی افزایش بدن، حتی در مقادیری که برای صادرات نیازه. میدونید که به خاطر همین سیاست ارز ترجیح صادرات داروی ما که یکی از مهمترین صادرات کشور به لحاظ راهبردی و فنی دچار ضربه شدید شده، به یک چهارم تا حتی کمتر از خودش تقلیل پیدا کرده، در حالی که اونهایی که خواهان داروهای ما هستن تعدادشون بیشتر شده در دنیا و ما ظرفیتی رو الان داریم که میتونیم با اون ظرفیت که در کارخانه داروسازی هست و خالی مونده صادرات مهمی رو در آینده نزدیک داشته باشیم به اقصا نقاط دنیا، که این یکی از صادرات مهم راهبردی ما خواهد بود. چرا؟ چون دارای ارزش فنی هست و میتونه کشور رو در واقع رشد بده، رتبهش رو در اقتصاد دنیا و نفوذش رو در تصمیم گیری هایی که در واقع میتونه به این خاطر اتفاق بیفته. پس در این خصوص خاطر نشان میکنم که مردم در مسیر نسخه نویسی و با تجویز پزشک و مراجعه به داروخانه هیچ پرداخت اضافه عجیبشون نخواهند داشت و نگران هم نباشن. مضاف به اینکه کارهای جدید رو داریم انجام میدیم، داروهای رو بیشتری رو تحت پوش بیمه خواهیم برد و افزایش میدیم سطح پوشش بیمه رو به مبالغ بالاتری. امیدوارم که کارهایی رو که انشالله در دولت 13 قصد داریم انجام بدیم برای بهبود وضعیت سلامت و بهداشت مردم و ارتقاء اون و عمق بخشی به این خدمات با دعای خیر مردم و توکل بر خدا بتونیم انجام بدیم و تمام نگرانی ما فقط و فقط خاطر مردم هست که نگران نباشه، آزرده نشه و به لحاظ سلامت و بحثای بهداشتیشون متکی بشن به دولتی که داره کارهای بزرگی در خصوص انجام میده، کمک کنن ما رو و ما رو هم دعا کنن که انشالله در خدمت به اونها موفق باشیم، در پناه حق باشید انشالله.